Happy New Year! Bah! به به دوباره آمد فصل بهاری، بلبل چقدر میخواند با بیقراری، چقدر قشنگ و زیباست آینه روشن دور، سی، سما، سکه، سنگل، قرمه، فسنجون. فیرزا عید آمده دوباره شادی و خنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده. الان میگن میآید یک دسته مهمان، شیرنی اینجا، آجیل اونجا، میده فراوون، مچیه مهمونه دیگه، خوشمزه و شیرین و آبدار و تازه، دیگه طاقت نداره دستم درازه، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاد، آمد بهاران، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال جدید رسیده خوشحال و خندان. سالی که مبارک باشه، عید شما مبارک باشه. تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، عید شما مبارک. مگه چیه عید دیگه؟ شاد باشی. به نام خدا بچه ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. این روزا میریم مهمانی، شماها میرین مهمانی، یه بچه‌ای که میخواد بره مهمانی چیکار باید بکنه؟ اولین چیزی که یه بچه باید انجام بده اینه که بوی خوب بده، یعنی حمام رفته باشه. جگر دارم صحبت میکنم. این ندیدی اینجی در اینجا بود؟ بله؟ این جوبه اینجا بود ندیدی؟ بابا قشنگ با من صحبت بکن. یا این جوبه اینجا بود ندیدی؟ خیلی خوب نکنی. ندیدی؟ نه ندیدی؟ نه ندیدم، چوب ندیدم اینجا. پاتو بلند کن الان، پاتو بلند کن، پاتو بلند کن. خیلی خوب برون با کجه؟ ببخشید الان من میگم خدمت. اینجا پیدا شد؟ آره. خیلی خوب جگر. بله. نه وایسا وایسا. یه چیزی میخوام ازت بپرسم. خوبه تو وایسا اینجا. من بگو. یه بچه‌ای که میخواد بره مهمانی چی کار باید بکنه؟ بچه‌ای که میخواد بره مهمانی خیلی کارها باید بکند. کاری نداری من برم. نه وایسا. نه باید بره حمام یا نه؟ آره. بچه‌ای که میخواد برود مهمانی باید برود حمام. کاری نداری من برم. خیلی وایسا میره که یه بچه‌ای که میره حمام میخواد بره مهمانی بوی خوب بده، خوب لباسش رو باید چی؟ بچه‌ای بچه‌ای که میخواهد برود مهمانی باید لباسش مرتب باشد. کاری نداری من برم. وایسا میره. حالا ما میخوایم بریم سوار ماشین بشیم، خوب درسته؟ آره. لباس خوبم پوشیدیم. توی ماشین که نشستیم بازی میکنیم لباسمو خراب بشه؟ خوب بگو دیگه، بگو لباس چجوری برخوم. بچه ای که میخواهد برود مهمانی در ماشین میشیند، لباسهایش را نباید خراب بکند. کاری نداری من برم. نه یه چیز دیگه. حالا ما رسیدیم اونجا، اونجایی که مهمانیه، خوب میخواییم بریم توی اونجا لباسامونو چیکار میکنیم؟ بابا بچه‌ای که میخواهد برود مهمانی وقتی میرسد به مهمانی لباسهایش باید مرتب باشد. کاری نداری من برم. یه سوال دیگه. حالا رفتیم، بچه رفت توی مهمانی، خوب درسته؟ خوب اولین کاری که بچه وارد مهمانی میشه چیه؟ اولین کاری که بچه میکند سلام میکند. کاری نداری من برم. نه یه چیزی راجع به کفشاش نگفتی. کفشهایش را دم در میگذارد. کاری نداری من برم. چی کار داری اینقدر با عجله میخوای بری؟ کار دارم!
کار دارم. بگو شاید من بتونم کمکت بکنم. بابا این قنده بود که بهم دادی. خودت دادی. خیلی خب قنده خودم دادم. آره. یه دونه بهش قند دادم. خب. این کلاغه ورشی برده بالا درخت. کلاغه برداشته برده بالا. بذارین من برم ببینم این خطرناکه درخت و اینا. چیه؟ بریم ببینم چی میگه. اون دیگه کلاغه درخت دم در هست. کلاغه ورشی برده بالا درخت. بچا کلا قرمزی پسرم ازا چرا اینجا هیچ کنی؟ به به دوباره آمد فصل بهاری. سلام سلام بچه ها چیه آقای فامیلدو ما داشتیم بازی میکردیم. برای من یه سوالی داشتم بچه ها. بچه ها بازیه؟ چی شده؟ بازی؟ اینا این مال شماست؟ اینجا این نه ولی بدش به من میشه مال ما بازی؟ نه من اینو پیداش کردم. من مسئولم در قبار ایر فکرم که عرکیه که با این در اگر در بند در مونن بله شما این مال شما نیست؟ نه ولی بخواه دست بیدید بیدیم بسیدیم بازی کنیم. ایه فامیلی دور نهیدی ما یک خودم بازی کنیم. نه من مسئولیت دارم نمیشه. خیلی بلش کن برای همون تو کاسه بخواه آقا مجری نایدی کار خوزی؟ خواسته شما نه ایدم ای بابا عجب گیر کردی با مطمئنی ماشین مال تو نبود؟ دیده شده بعضی از بچه ها در خیابان وسایلی پیدا میکنن از روی زمین و این براشون سوال به وجود میاد که آیا وسیله مال منه یا نیست؟ چی شده؟ برای بابا سیرداغ ببینم. سیرداغ ببینم پسر این مال توه؟ کی؟ ایر دادی؟ برا نه مارتو نیست؟ نه خب آقای مهیدو نایدی؟ نه آقای مهیدو دیدی بگو من کارش دارم. برای میگفتم این سوار براشون به وجود میاد که آیا این وسیله که من از زمین پیدا کردم مار من هست یا نه؟ از کجا میشه فهمید مار منه؟ یا از کجا میشه فهمید که مار من نیست؟ فعلا به ادامه برنامه توجه بفرمایید. شیش که اینجا من چی بگم بقیه شده؟ مشکلی نبود. سلامتون مبارک. صد سار به این سارها. هر روزتان نوروز. من چند بار توضیح بدم جای من صحبت نکن. آقا ما این خالی بود اینجا هیچ که نبود. من جایش خالی شما رو پر کردم بعد کاری کردم آقای ویری. نه خیلی هم کار خوبی کرد. چه خبر؟ اگر یه آدمی داره خیابون رد میشه. بله. کنار خیابون نزدیک جوب. بله. یه ماشین پیدا بکنه که درو پیکری بازه. بعد نفهمه ماره کیه؟ بله. چیکار باید بکنه؟ باید زنگ بزنه به پلیس. نه من اونجا همه رو پرسیدم. ماشین پیدا کردی؟ برا. توی خیابون؟ برا. که درش باز بوده؟ برا. چیکار کردی؟ من یه جوری میگه چیکار کردی آقا مهیده انگار که من مثلا چه کاری کردم آره اصلا من بقیش رو گفتم؟ بفرد. من دیان در پیکرش بازه. خب. کجام افتاده بود. من گفتم ورش دارم اینو. نه کج پارک کرده بود. کج پارک کرده شما هر چی بهش بگی. درست. من این ور نگاه کردم اون ور نگاه کردم دیدم صاحبش پیدا نمیشه. چند نفر رد میشدن گفتم ببخشید این ماشین مال شماست؟ گفتن نه. گفتم این ماشین مال شماست؟ از چند نفر پرسیدم دیدم مال کسی نیست. آیا این ماشین مال منه یا نه؟ خب معلومه مال تو نیست. مال معلوم نیست ولی کی بوده؟ خب میاد بالاخره میاد ورش میداره دیگه. برای چی اصلا تو دست زدی بهش؟ چی کار داری؟ خب این مال کسی نبوده دیگه. حتما مال همین مرفعین بیدار بوده دیگه. اونجوری که اونا گذاشته بودنش کنار خیابون. حتما نمیخواستن دیگه. مال من؟ یعنی چی مال تو؟ اصلا نمیشه. مالکیت اون ماشین مال یه نفر دیگه است. آقای مهیدی من قبول دارم حرف شما. سندش به اسم یکی دیگه است. سند نداره چه حرفای بزنی شما سند ما یکی دیگه است. یه جوری میگی اصلا آدم فکر میکنه مثلا چیکار کرده دو تا در داره بعد عقبش خوردگی داره چهار تا چرخ داره یکی اگه چرخای پنچره خودم باید درستش بکنم. من بچگی آرزو بود یه ماشین داشته باشم حالا که پیدا کردی چا میگه چیکار باید بکنی؟ رفتم پلیس هم نشون دادم. پلیس میگه مال خودت. بعد شما آره میگه مال خودت. نه پلیس گفته مال خوده. برا کدوم پلیس بودی همچه حرفی رو زدی؟ من ماشینو برداشتم رفتم پاسگاه. خب گفتم آقا من ماشین رو پیدا کردم. خب این صاحبش چجوری پیدا کنم؟ گفت برو آقا وقت ما رو حرکی نگیر. انگار چی پیدا کرده آرام خیلی خیلی بی مسئولیت. نه خیلی بی مسئولیت بوده. من ندیدم این چه پلیس. چرا بی مسئولیتی آقا؟ ماشین پیدا کردم من. گفت وردار آقا وقت ما رو نگیر انقدر شلوغ اینجا. یه ماشین پیدا کرد به همکاری نشون داد منو. خب حالا بگو چی گفت همه
اینو نگاه، اینو مدلش چیه؟ مدل یا میری این سبزه خب، بعد به نظر زیاد کهنه نمیاد. میدونی ولی یه خورده عقبش خورده، یه خورده فکر کنم باید چیه؟ متالیکه چیه رنگش؟ متالیکش رو نمیدونم، سبز دیگه. سبز متالیکه، میخوام ببینم مدل جدیده مدل قدیمیه. به نظر از اینایی که باهاش میرن جنگل. چی میگن؟ شاسی برنده. خب اونا خیلی هم گرونه. گرونه؟ فکر کنی قیمتش چنده؟ آقای مایدی این به نظرت الان چند درمی ماینه بفروشیم بذاریم به زخم؟ ببین من توی همچی کارایی اصلا نیستم. آره حدود هم به نظر شما این شاسی برنده که لاستیکشو چسبونده در عقبش، میدونی کدوم رو میگم؟ خیلی گرونه. لاستیک داره. خیلی گرونه. خیلی گرونه. چند مثلا؟ نمیدونم مثلا من نخوام بفروشم چند؟ بین 50 تا 100. 50 تا 100 تومن؟ من فقط 200 تومن پول ریکا دادم اینو شوسا آقا این حرفا بذاری ها. من عمره اینو 500 کمتر نمیدم. آره چون شما این دور با هم یه چیزی ببین، یه ماشینی که یه همچین دو توصیفی ازش میکنی قیمتش تو بازار اینقدره. اصلا نمیفروشیم آقا، شما چرا اصرار میکنی؟ من بچه‌م انقدر از این ماشین خوشش اومده بدم بازی بکنه اصلا باهاش. اسباب بازی بچه‌مه. فامیل سوار نمیشی، سوار نمیشی. فروششو بیار به من. یه لحظه اجازه بدین. برا. منم دارم میزنم اینجا اینها. منم. شما هیچ ببخشید میانو کردم. شما چرا انقدر مدل با هم مکارمه میکنیم؟ شما چرا در میزنی وسطش؟ در نمیزنم، میزنم که حواست باشه به من. چون یه پشت سر هم حرف میزنی. آقای مهیر، حالا من این حرفا رو بذاریم کنار. بفهم. من گشتم در حد وسعم، من گشتم. صاحب این پیدا نشد. بچه‌ام خیلی خوشش اومده. من به بهانه این تونستم بچه رو ببرم عموم. اگه اجازه بدین این مال من باشه. بچه رو به بهانه این ببری عموم؟ برا. اینقدر خوشش میاد آقای مهیری. اینو میندازه تو وان. آب میگیره توش، بعد همونجوری که داره با میگیره من شامبو میرزم سرش رو میشورم. ماشین ماشین رو میبری حمام؟ برا. کدوم ماشین؟ همچی میگی ماشین رو من تلویزیون رو مثلا بردم حمام. ماشین رو بردم حمام میگی خوش میشه خراب مارو خودم. ماشین رو چه؟ جیگر آورده تو حمام؟ جیگر رفته پایین آورده تو حمام؟ نه خودم آوردم. تو کی تا الان اینقدر زور زیاد شده؟ آقای ما این فکر کردیم ما زیر نداری؟ نخوری نه نگرداری نگرداری نه چه ببین تو زورت نمیرسه، زورت نمیرسه. چرا نمیرسه آقای؟ اونا خیلی سنگینه، اونا فور ویل درایوه. چیه؟ خیلی اونا سنگینه. درایف؟ حالا بعد اونا چهار چرخه. آمیر سنگینه، من اونو بلند کردم خودم. چی بلند میشه؟ من اصاب این دستمه اینو. کو؟ اینا همچین سنگیر هم نیکنم، نمیتونی بلند کنی اینو؟ اینو میگی؟ برا. شما قسمت بعد رو ببینید، شما قسمت بعد رو ببینید، در خدمتتون هست. قشنگه؟ یه وقتای آدم نمیدونه چی بگه. چی شده آقای ماشین؟ نمیدونه آدم چی بگه. چی شده؟ چجوری احساساتشو بروز بده؟ آقای ماشین احساساتو نمیخوای بروز بده، بده من پرت میکنم همون کنار جو. چون اونجوری نگاه میکنی منو؟ واسه این با من صحبت میکردی وقت منو گرفتی؟ برا. بله که مهمان میاد، بله که مهمانی میریم، بله که بزرگترها بیدار میمونن با هم حرف میزنن، ما هم باید بیدار بمونیم. اینجوری مثل یه بچه‌ای که رفته یه جایی نخوابیده. آی مجی اجازه. رفته بودی مهمانی؟ رفته بودیم سری بزنیم به فامیلامون بابا. چه نخوابیده خوب. بچه ها یه زمانی باید بخوابن استراحت بکنن. این الان دماغش رفته تو دست من، نفساش داغه. این دماغت رو وردار، وردار. نه خیلی بچه. آی مجری. بله. بچه اینجا خوابیده، شما اذیت. یه لحظه به من نگاه کن. آه. شما کجا بودی؟ قشنگ بر من تعریف بکن. من رفته بودم خونه فک فامیلم بی بی. خب. سفارش برو سر بزن فامیل بده زشته. خوبه دمهت برو. خوبه بله، باید بریم سر بزنیم بود کوچیکترا. بعد رفته اونجا که وفا دیدی کسانی که خوابشون میاد. خب ها
خب بعد اونجا تا نصف شب از این فیلم های مسخره گذاشتن دو نفر حرف میزدن اینام مال بچه ها بود شما نشسته بودی؟ نه مال بزرگترا بوده بچه ها باید سر یه ساعتی بگیرن بخوابن فیلم بچه ها کوچک نداره آیا مجری میشیدی دارن همه ببینیم ولی مسخره بود اینو میخندی در من نفر بر چی میخندی؟ اون وقت نخوابیدی بعدم آی مزید نصف شب گفتن بیا حالا زن غذا نپختی که بیا برو زنگ بزن نزید پست شوتا چیه؟ فست فود غذای تون غذای حاضری آی مزید خریدن آوردن چشمت روز بعد نبینه سردلمه هنوز سردلمه تا صبح بعضی از این غذاهایی که بعضی از این غذاهایی که تند پخته میشه خب خوب نیست یه ذره میشه بعد انتخاب بکنی غذای خوب پسرم برو قشنگ توی اتاق بگی بخواب من میخوام صحبت بکنم من اونجا بچه اتاق بچه نمیذاره با اونجا با او برم اونا بازی من همینجا میخوابه بچه فامیل خوابیده فقط شما اینقدر بی زحمت صحبت میخوام حرف بزنم بذار بچه بخوابه من میخوام حرف بزنم بزن ببینید بچه ها خب چجوری آخه ببینید دیگه اینقدر بلند که دیگه وای مجری خیلی خوب ببینید بچه ها این مهمانی که میرید یا مهمان که براتون میاد تنظیم بکنید سر ساعتی که همیشه میخوابیدین بگیرین بخوابین هی چرت میزنید سعی چرت نمیرم پایین خب میخوام درباره یک چیز خیلی مهم صحبت بکنم جیگر او نو بچه ها من دارم صحبت میکنم کما کار دارین چی کار کنین چی کار دارین چی شده من نتونم بگم نایس تو میت یو آخ اتفاق بدی افتاده آره خیلی بد یکی بگه من دارم چی شده فامیل جان شما بگو آمد به سرش از آن چه میترسیدم که با این در اگر در من در مانه برای بچه اتفاقی افتاده نه آقا برای بچه چرا اتفاقی افتاده باشه نگران شدم یه رزه گابی چیزی شده یه خور اتفاق برای من نیست برای جیگر این اتفاق افتاده برای جیگر اتفاقی افتاده جیگر جان یعنی تو چشایی نگاه میکنم آقا بگی عشق تو چشم ببر هر یکی به من بگه چیه؟ بخور آروم شه خورده آخه چیه؟ I agree بله I agree بله دیگر خسته است دیگر خسته است؟ منم خسته است توی خونه منم جگر خسته است؟ کی ظرفا رو میشور؟ من میشورم شما خسته این؟ خسته نباشی اینان جی دستت نرد نکنه اما جگر قصه داره آخه چیه؟ چی شده؟ خاله میشه موقعیت رو درک نکنی؟ من موقعیت رو درک میکنم بگین چیه که من درکش بکنم آخه یه خوره من برن نمیدونم یه لحظه شما گوشی داری بیر نزدیک بفرمایید آقای مجری من نگران اینجا کردم شما مواظبش باشین ما داریم اینو همه با هم دیگه نگاه میکنیم که موقع برای سر خودش نیاره بلای سر خودش سختیه چی شده؟ اون چیزه بود که شما بهش داده بودید اسمشو که بیارم از قیافش بیاد جلوی چشمم بله چقدر سخته چقدر سخته فنقان یه شکلات قنده داده باشی به من خب بعد یکی بیاد از من بگیره بره کله درخت بشینه جلو چشم بخوره تا آخر چی دیگه جیگر چی شده بذار خودش جیگر جیگر چی شده یه مهمی اون اتفاقی که نباید می افتاد افتاد کلاغه قنده رو خورد کلاغه قنده رو خورد به خاطر اون کلاغه که قنده رو خورده من یه قند داده بودم بهش حالا شما ناراحتی؟ آیه اون قند سهم من بود حق من بود مال من بود همه چیز من بود یه وقتایی یه بچه یه مشکلی داره
بچه های دیگه میتونن کمکش بکنن، برن دلداریش بدن، برن با یه زبان دیگه خیلی خوب، با یه زبان خوبی دلداریش بدن. بله من با یه زبان دیگه دلداریش بدم. آفری بیا بیا قشنگ با زبان خودش قشنگ دلداریش بده. آرومش فکرشو کنم جیگرم که با میشه. بگو بگو بذار ببینیم چی میگه بچه. جیگر مای دود مای برا نهش کن به حرفشو نزن. جیگر خودم آروم میکنم. جیگر life is not so important to be worried man. Let's think about good aspects of it. Okay? میفهمم. Okay? میفهمم. Okay, man. Okay? Okay! Okay! میفهمم! I'm realistic! چی شده؟ اون حق من بود. سهم من بود. مال من بود. همه چی من بود. یه قند انقدر مسئله مهمی نیست دیگر. بله. بنزا من برم باش صحبت کنم. بفرمی. بفرمی. چی گرد یا این دوست زبان خودش باش مثل ببعی صحبت نگو نه 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 من میدونم چی از خودم میخوام بگم. بگو جیگر جان منم چند سال پیش یه تیکه شکلات داشتن بچه مهمون ازن گره جالای دوتا چشم نشست. خب من تا عمر دارم هرچی شکلات میخورم میدونم اون نمیشه که اون یه چیز دیگه بود. تو هم قندت واسد یه چیز دیگه بود. الان چه قندی چه خوش بگو بهش که چیز مهمی نیست. چی داری یه چیز میگی که اینه که بدتر شد؟ مگه مهم نیست؟ میفهمم. یکی بیاد که قشنگ به این بگه چیز مهمی نیست. یه قندی دیگه مهمی. من نگم. شما میفهمم. یه قشنگ بهش بگو بگو چیز مهمی نیست اینا. نه 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 بهش بگو چیز تو برعکس میگی. بگو چیز مهمی هست. خودم بلد نیستم. خیلی خوب. قلبه جیگرم. قلبه میگم جیگرم. رودم برات کبابه. ناراحت باش. ناراحت باش. ناراحت هم میگه اینجا ناراحت هم نه منظورش اینه یعنی شاد باش خوشحال باش. گر عجول باشی ز حلوا قوره سازی. گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی. میفهمم ولی این چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ ناراحت باش کلاغ حق داشته. کلاغ حق داشته؟ نه 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 کلاغ حق داشته؟ نه این برعکس حرف میزنه اصلا نمیخواد بیا نمیخواد کلاغ خوب کاری مال من بود. جیگر 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 نمیخواد الان نمیخواد کلاغ خوب کاری کردی. خودم میگم من خودم آرومش بکنم. شما بیا تو بزرگتری بیا قشنگ یه جوری بگو آروم بشه. دری آرومش کن. آقا مایر میدونی جیگر خیلی کوچیکه هنوز برای این برا بخواد سرش بیاد ولی جگر سرتو بذار رو پیشوری من قشن فشار بده. خوبه 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 عجب خری ها. درست صحبت کن درست صحبت کن درست صحبت کن. تو این موقعیت ناراحت کننده برای این چه حرفیه بهش میزنی؟ نمیخوام. نمیخواد بریم. نه آقای مجیر من خودم آروم میکنم. ببین فامیل دور برو اون قندونو بردار بیار. برو قندون. چه خبره آقای مجیر؟ چه خبره اینا؟ به من بگین این جیگر کلاغه قندشو خورده ناراحت شده. نه آقای مجیر نه آروم میکنم. قندتو خورده؟ آخه تو جیگری؟ تو رودم نیستی؟ برای قند خودم هم از کارا میکنم. آه اینجوری. آقا مردم هم میپرونم. آفرین. وای بابا. چیز مهم. داریم میبریم پیش بیبی دیگه نمیذاریم بیا اینجا. خیلی خوب. من اصلا بخوابم. خیلی خوب. هی جیگرم جیگرم جیگرم. عصبانی. جیگر. رودم نیستی تو. جیگر. حق من بود. جیگر. سهم من بود. جیگر. یه کلاغی بوده کلاغه حالا بی ادب بوده یا گرسنه بوده یا یه علتی داشته. آقای مهید آقای مهید اومده من رو عملی بهش چیز بکنم. آره بیا قند و خورده بیا همه اینا رو بخور. خورده تموم شده چیزی تموم شد. الان تو این قندون من که هیچ وقت بهت اجازه نمیدم قند بخوری چون قند واقعا خوب نیست. نخورین. خوبه بخورین. خب واقعا خوب نیست. شما الان از توی این هر قندی که دلت میخواد بردار یه دونه که شلک اون باشه. آره یه دونه که خیال کنی این همونه. گرچه هیچیمون اصلیه نمیشه. من به شکلات میرو کنه بچه ها. نازنین آقای مجدی
ما به نادر. بابایی آقای مجری میان برای رو ساکت نکن، بذارین جیگر عشقش در بیا بتره که این تو درش بریزه قنبات بگیره. الان یه قنبر باید گریه کنه، الان یه قنبر داره حل میشه. من میفهمم همین حرف شما، شاقل این کلاقه خواسته دیگه، درش خواسته، آفری قنده رو خورده، آفری دوست داشته، این واقعیته. ولی قنده حق من بود، سهم من بود، مال من بود، سهم من بود. خیلی خوب، این قندون هر کدوم رو میخوای وردار. قندون هیچ اون قند نمیشه، هیچ اون قند نمیشه، اون قند یه جور دیگه بود برام. قند قنده بچه، چه فرقی میکنه این با اون کل قنده خورد میکنن؟ نه میشه نه نه نه، اون مثل یه اسب سفید بود که توی دشت میرفت، واسه خودش بزرگ بود، خوب بود، قوی بود، بزرگ بود. گاهی وقتا یه چیزی که به بچه ها میدین خیلی براشون مهمه، برای ما بزرگترا مهم نیست، برای بچه ها خیلی مهمه. از دستشون نگیری. نه نه، مثل اونه که یکی بیاد منو برداره ببره کله درخت، اون وقت بگن اکشان نداره، برو سر کوچه یک کلاه قرمزی پیدا کن بیار. نه اصلا رفتی نه، خودشو میخوام. نه ببین اصلا این جیگر، ببین من بهت قول میدم کلاغه رو پیدا میکنم. نه من میفهمم کلاغه گناهی نداره، خب کلاغه حق نداره، حقشه، خب هم بخوره ببره این من. ولی اون قند حق من بود، سهم من بود، مال من بود. فقط میشه همدردی کرد، اجرایی نه. شما قسمت بعد رو ببینید در خدمتون هست. آب بذاری برای بخونه اون باید بتره که گریه بکنه. گریه تونو بکنید دیگه، چی کار کنم؟ من نمیترکم، من نمیترکم، من نمیترکم. ببین قندونو، ببین قندونو، نمیخوام قندونو، نمیخوام قندونو. با اینکه اینقدر بده، این اینقدر ضرر داره، حاضرم یه دونشو بدم. من نمیفهم. شما قسمت بعد رو من آرومش میکنم. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. من بچه‌ها رو جمع کردم ازشون یه سوالی بپرسم. گاهی وقتا لازمه بچه‌ها رو جمع بکنیم، سوال ازشون بپرسیم، ببینیم یادشون هست یا نه. الان ما اینجا چند تا چیز داریم، میخوام از بچه‌ها بپرسم اسم اینهایی که اینجا هست چیه که تو اصلا. من میگم بفرمایید، بفرمایید، آفرین، بگید. من میگم ایوان. نه این بون کاسه، این کاسه. من دو تا میگم. بگو ریوان. لیوان، آفرین. این چی اسمش بچه‌ها؟ ریوانه. لیوانه، آفرین. اون چیه؟ من نگم. بگو. پس دستی. پیش دستی، آفرین. دیگه چیه؟ چی؟ یادم رفت. بشقاب. جیگر، اون دوتا چیه؟ اون دوتا قاجق چنگال. قاشق و چنگال. آفرین، همه تون برنده شدن. آفرین. بازم بپرس. الان میپرسم. وقتی که مثلا توی کاسه یه چیزی ریختیم میخواییم ببریم بخوریم، بعد چی کار میکنیم؟ لیست میزنیم. میخوریم همه رو، بعد چی کار میکنیم؟ لیست میزنیم. یه کاسه دیگه. خب میدونم تموم شد، همشو خوردیم، چی کار میکنیم؟ آب نمیخوریم. نه همون اون ظرفه، این پیاز، این کاسه رو چی کار میکنیم؟ میذاریم دم در. مثلا دیگه اگه لیست میزنیم آینه میشه توش علا در میاریم. آفرین بازی میکنیم مثلا. اما جای این کاسه، جای این پیشدستی، جای این بشقاب، این قاشق و چنگال کجا؟ تو سفره، تو ظرفشویی. خونه شون کجاست؟ تو صندلی. خونه شون آشپزخونه است. نظر خب، حالا این مثلا اینا بچه ها اومدن توی آشپزخونه کثیفن، کی باید بشوره؟ ببخشید. همش ببخشید باید بشوره؟ هر چی میخوریم بعد این ور اونور بذاریم ببخشید جمع بکنه، یا من جمع بکنم من بشورم؟ خنده داره؟ گریه؟ این گریه؟ بخند، باید بخندی. ببخشید.
آقای مزی، ما از اول سیف استخان اومد خونه ما، دوست از من نخواه، من دست به ظرف بزنم. به فرشته خانم یعنی... موضوع دیگری، مسئله خونه و تو ببین من یه چیز دیگری. ما یعنی ظرف بچه ها خواهش میکنم چیزهایی که بر میداری این ظرفهایی توش یه چیزهایی میخوریم میبرید بیرون اونجا نذارین بیارین تو آشپزخونه. اگر بلدین، اگه بزرگ شدین برین قشنگ بشورینش بذارین تو جاظرف، چیز بدی نیست. بزرگ شدین بزرگ با آب کثیفش کنی، با آب تمیزش کنی. بله عینی این جگرجان تو ورکشاپ آب میخوره. بعد یه چیزی نیست، چیزی نریختم توش میذارم. آب میگم میگه بعضی وقتا که چیزی میذارم آب میکنم. بعدی نه میگم برای نه ولی بشورینش، ببرین اونجا بشورین قشنگ اونجا بذارین. بعد حالا اگر یه وقتی از اونجا رد شدین، یه وقتی اگر از اونجا رد شدین دیدین میشه این ظرفا رو ببرین تو کابینتا بذارینم، بذارین. من بارها این کارو کردم. آفرین. منتها میدونین که آقا من معمولا مسیرم از اینوری نمیخوره. منم همینطور. آره من خواستم همینو بگم. مسیرتون اون بر... همینو بگم. نه نه مسیراشون اون بر نمیخوره. آیگری. آیگری. من مسیرم نمیخوره. خیلی خوب. خاله خاله. خب من مسیرم میخوره. شما مسیرت نمیخوره. خیلی خوب این برعکس. حالا من شما رو صدا کردم اینجا. برای اینکه این پریز مسابقه بدین. نه یه پریز اینجا پریز برق. جایزمون پریزه؟ نه نه نه. پیریز. یه پریز برق اینجا خراب شده. من میخوام برای یک دقیقه، دو دقیقه شاید همتون اینجا باشید. من برق کنتور برق رو بزنم. اینجا تاریک میشه. بعد من اینو ببندمش. خب بعد برق روشن میکنم، جایی هم نرید، همینجا خیالتون هم راحت باشه. همین خیالتون راحت شجاع هستین. I agree اکشان نداره. No problem. خیلی از اوکی. پس پیش همدیگه باشین، جایی نرید. گفتم آره چیکار داره مرسی. خیلی من الان اینو میزنم. چیه برق؟ من بهت میگم خاموش دارم میکنم، چیزی نیست. چرا داد میزنی؟ من اینجا هستم. دلوا پس نباشی. شما اینجا هستی؟ بله. یعنی میبینیم شما هم اینجا این دیگه. یه دقیقه. یه دقیقه است. چی شده؟ کی بود؟ ها؟ چی کی بود؟ کی بود داد میزد؟ چی بود داد؟ چی؟ بیداد؟ بچه ها اذیت نکنید. داد میزد کسی؟ یه دقیقه است. من نشنیدم. صدای کیه؟ چیزی گفت؟ کسی چیزی نگفت که؟ کجا؟ کدوم صدا؟ کی؟ صدای مگس نبود. صدای داد زدن میاد. آه؟ تا خاموش بگم صدای داد زدن میاد. کی؟ نه نه چرا؟ آه؟ تمام شد آقای مجری؟ اصلا نمیخوام. درست جو؟ نه نمیخوام اصلا. اصلا نمیخوام. خسته نباشی. به زوم خراب باشی اصلا. برق گرفت شما رو؟ منو برق گرفت؟ برق گاز گرفت؟ نشد؟ ترسیدی؟ چی شد؟ سینه لخته؟ بس خراب بمونه دیگه. چرا؟ اینجا داد میزنه، من نمیدونم کیه. چی داد میزنه؟ یه کسی داد میزنه. بابا تو داد میزنی؟ می؟ نه یه بار توضیح میدین آقای مجری داد میزنن این میشه با من بگید؟ برقو خاموش میکنم، یکی اینجا داد میزنه. چطوری داد میزنه آقای مجری؟ داد میزنه دیگه. شما آقای مجری چه میدونی چجوری داد میزنه؟ بعد چه شکلیه اون که داد میزنه؟ شما تو تاریخ گوش بدین، من الان اجرا میکنم. ببین برا اینجوری اینجوری. نه نه خودتون بوده الان. الان گفتین رو ببین اینجوری. آقای مجری یه سوال داشتم، بعد دیگه که یا
این حالت برای شما به وجود میاد؟ دیگه؟ برا وقتایی که عصبانی هم آخ چی شده؟ وقتایی که عصبانی هم میگم شما قسمت بعد رو ببینید در خدمتتون هستیم. آره چرا داد میزنی؟ حالا اصلا من نمیکنم این کارو. حالا اعصاب داری ها. آگی یادم اومد. چی؟ بشقاب. آفرین بشقاب. آفرین اسمش یادش رفت. نه من گفتم میخوای یه چیزی بیاری بخوریم انقدر بشقاب گذاشتی اینجا. آره ولی محدش خوردنی هم بهتون میدم ولی خواهش من اینه که اینها رو وقتی میخورین کجا بذارین؟ تو آشپزخونه. تو آشپزخونه؟ من یه قرو قاطی کردم. اینایی که داد میزنن ما میخوریم. شما چه تخیلاتی داری آقای مگیری ها؟ چیا رو داد میزنن؟ شما گفتی الان اینها رو که شما میخوریم. شما شوخی میکردین دیگه داد میزنین. فهمیدم. شوخی؟ آمازی شما همیشه تو تاریکی صدای داد میشنوین؟ شما ها داد میزدین؟ نه. خاله خاله. پیش دکتر نرو. I agree. تو بیدار میشی سرتون گیج میره یکم آره دلتون درد میکنه را الان خوبی آره من خوبی خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم نمایش داریم یک نمایش خارجی که توسط بچه ها اجرا میشه اسم نمایش هست بادکنک ها برای که میترکت لطفا توجه بفرمایید Wherever you go, I see you, I feel you, and I will never forget you, 'cause you are my dreams, you are my life, you are my wife. و حالا نمایش بادکنک ها برای کمی ترکن به بوارو هرکول با خواهش میکنم این صداتون رو کم کنید آروم باشین شما آروم باش لیدی خواهش میکنم بر خودت مسلط باش لیدی مسلط باش لیدی بر خودت اگر بر خودت مسلط نباشی من چجوری میتونم قاتل این بادکنک ها قاتل بچه هات پیدا بکنم خب حضار همونطور که همتونم میدونی رو دیشو یک مهمونی تولد برپا بوده تمام شماییم که توی جلسه و حضور دارین توی تولد و حضور داشتین و متاسفانه سه چهار تا از بادکنک ها منهای این قرمزو که الان این بالو سالم هست توی مهمونی رو پاکیده و تمام شما متاسفانه مظنون هستین خواهش میکنم حالا از هم اولو خودتون یکی یکی معرفی بکنید من استوارت هستم مستر استوارت من لیدی دیگر ازم خیلی نارادم و شما دو نفر من بیلم بیل خالی؟ بیل لوردم بیل لورد؟ بیل بیل خالی ها شما چی؟ من دوک الکساندر که البته شما میتونی من رو ارکس صدا بکنی پس من میتونم شما رو الکس صدا بکنم دوکه از همین ابتدا سر رفاقت میخوای با من واز بکنی چی شده؟ هیچی خوب حضار جناب استوارت با شما شروع میکنی در لحظه که دیشو کیکوداش از دم در میمد تو شما در چه حالتی بودی؟ من وقتی که کیک از در اومد تو فقط داشتم به کیک نگاه میکردم یه گل خوکشل وسطش بود یه گل خوکشل وسط شده خب دوتا خط از بالا به پایین دوتا خط از بالا پایین و دوتا خط از چپ به راست آیا توت فرنگی هم رو کیک بوده یا نبوده بله بله چند تا توت فرنگ چهار تا توت فرنگی توت فرنگی کامل یا نصفه نصفه دوتا بود چهار تاش کرده بودن چسبونده بودن که ما خیال کنی این توت فرنگی گنده است
ولی وقتی که برداشتیم دیدیم نصف زیرش خالیه. پس شما ادعا میکنید که توت فرنگی ها تو خود شیرینی فروشی اون نصفه شده بوده؟ بله، فکر کنن که آقای کیکپز خودش اونا رو خورده بوده. پس شما به آقای کیکپز منظور که اونا خیلی خوب استوارد باز هم به شما برمیگردیم. برگردیم. و حالا تو بیل، آیا تو هم در لحظه آوردن کیک و پرت شدن شاباش ها در اون مکان حضور داشتی و نداشتی؟ جوپقل جوپقل آقل آقا کمانا. بله جناب کوروگا، من در اون لحظه رفته بودم که برای کنتس ساندویچ بگیرم. خوب خوب خوب. و شما سر الکس؟ دوک الکس. دوک الکس برا فرگوسن، آیا شما هم در لحظه فوت کردن شمع و کیک از مهمانی خارج شده بودین؟ قبول دارم که دیشب یکم زیاده روی کرده بودم. خب و الان دقیق به خاطر ندارم که چی جوری بودم. بهتره از بقیه بپرسی که من چی جوری بودم. یعنی شما در بالا پایین پریدن رو این مبلا از اندازه خارج شده بودی ها؟ برا اینطور میگن. چون مبراش نرم بود و فنری و من وقتی میپریدم از بارای در بیرون رو میتونستم از پنجره ببینم. هرچی بیشتر میپریدم بیشتر میدیدم، تا اینکه انقدر پریدم که از خود بیخود شدم و دیگر نمیدانم چی شد. که با این در اگر در بند در مانم در مانم. آقای سر الکس، آیا شما میتونی لحظاتی از مهمونی دیشو رو برای ما بازسازی بکنی؟ بره بکن. سعی خودم رو میکنم. تبرک 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 مبارک 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 تبرک مبارک. بیا جواب رو فوت کن که زن سازه نباشی. کافیه یا بازم ادامه بود؟ فارو جونم، من هم میخوایم که بازسازی لحظه و منامی بازسازی بکن. شو پقلی جاقلا بقلا بازسازی بکن. بازسازی کافیه. من بازسازیم. استوارت، شما اندکی لیدی رو آروم بخون که اونجا پیشش هستی. من اعتراض دارم. خب دارم دیگه. نه خب اعتراض داری باید بعدش یه چی بگی. من اعتراض دارم. همین اعتراض خالی فقط داری؟ فقط اعتراض دارم. وارده باشه، وارده اعتراض وارده. من بازسازی دارم. خب اجازه بدید. تحقیقات من به عنوان هرکول پوارو به سرانجام رسید. شما هرکول پوارو هستی؟ اینجا فقط من سوال میپرسم. چی شده؟ ساعت 8:30 شبه، همه به تولد دعوت شدن، همه میان یکی یکی زنگ میزنن میان تو خونه، همه دستک میزنن یو ها بالپایین میپرن رو این مبلای برور میره. خیلی قشنگ است. یه چوی برق برقی از سقف آویزون شده. زنگ میزنن یکی یکی میورن با دو تا توت فرنگی نصفه که روش تبدیل به چهار تو شده. همه از خود بی خود میشن. دست بیل هم تو کار هست. بیل رفته از اون ور یه ساندویچ آورده نصف کیده و کنتست دارن پشت اتاق میخورن. لحظه ای که کادوها رو میارن همتون از خود بیخود میشین، دست میکنین این سکه مکار پرت میکنین و متاسفانه سکه های برق برقی تک تک شما به این بادکنک ها برخورد میکنه و میپکه. وای 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 وای. حلش کنم. دست بیره من کجا؟ دست بیره من کجا تو کارا؟ اینجوری نبگه. پس اینجوری بوده. کلاغه و مقنده رو براش بود. ای بابا کلاغه کلاغه بود. کلاغه حق من بود، سهم من بود، مال من بود. چیکار یادت بره دیگه؟ ما این همه نمایش واقعا تو دوباره میگه حق من بود سهم من بود. کلاغه یه اشتباهی کرد. من ناراحتم. بابا این همه لباس پوشید گیریم کردی این سیویلو هی دو به شی میره تو چیش راسو. من چیش راسو الان کلا نمیبینه از بس این دو به شرف تو چیشو. بعد تو تازیم که قند آهیه کلاغه بود دیگه. کلاغه بود. من میفهمم شما اینجا این کار کردی، اون لباس پوشیدی و برای کردی تو پوهارو شدی اون چیز شده و برای اینا رو پس میفهمی. آره میفهمم. Para! 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 Para!
امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. با همتون خداحافظی میکنیم. خداحافظ شما.